بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم در خدمت شما ازا قرار دارم با یک دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن شما حتما درس قبلی رو دیدین اگر ندیدین حتما درس قبلی رو ببینین به خاطر که درس امروز ما مر... تقریبا میتونیم بگیم وابسته به درس های روز گذشته است ما امروز در مورد قاعده هند می هند یکی از دانشمند هایی بوده که در مورد چگونگی پر شدن اوربیتال ها یک نظر داده و به نام خود او را ثبت کرده خب این نظر در کتاب شما هم در اینجا آمده و موضوعاتی که در اینجا میبینین شما و یک گپی که در اینجا نوشته کرده که در کانکور بسیار زیاد مطرح شده موضوع مجموعه سپین هست که در اینجا ذکر شده که یک گپ خیلی زیاد مهم است و البته ما از حتما مثال خواد کار کردیم و به شما عزیزا هم کارخونگی میتونیم دیگه شما کار بکنیم خب موضوعاتی که در اینجا برای ما و شما نوشته کرده ما آمده میره خلاص ساختیم و خلاص مطلب را در اینجا کلش بیان کردیم قبل از این بیاین یک بار اید شما ببینین اینی طبق قایده هند پر شده اما این نشده این طبق قایده هند است درست است این اشتباه تفاوت با این از ببینین خب یک اسک که تفاوت نداره دو هم که تفاوت نداره میبینید تیر سر بالا یعنی الکترون با اسپین مثبت یک بر دو تیر پا سر... پایین یعنی اسپین منفی یک بر دو در پیک میایم اینجا تا قطا پر شده تیرام سر بالا یعنی اسپین ها مثبت است در اینجا یک اوربیتال جوره شده بعد دیگه این هند گفته ایشتباس. ای اشتباه است این قسمی نباید پر میشد این رقمی باید پر میشد خب این طبق قاعده تصویر دیگر شما ببینید طبق قایده هوندی درست است ای اوربیتال پر شده یک اوربیتال اساس یک دانه است سویه فرعی پی سه اوربیتال داره تا ق تا کلش هم سر بالا سر بالا پر شده این درست است اینجا رو ببینیم خوب یام که تا طاقه, طاقه پر شده این چرا غلط گرفته هوند چرا میگه ای اشتباه است یام تا طاقه تا ق است یام تا تا است ای یک تفاوت داریم اینجا یکی از تیرها سرپایین است یعنی چی؟ یعنی اینجا ما و شما اسپین منفی رو به کار بردیم پس هون میگه نه این قبول نیست باید اسپین ها سر بالا اسپین عظمی باشه اینجا رو ببینیم این میگه هون درست است این میگه اشتباه است خب این که تا قد تا قد تا چی مشکل داره این؟ ای هم که جوره شده یکی یکیش سر بالاست یکیش سر پایینه ای هم که جوره شده اما هر دو تیرها سربالاست پس یک رقم هم نباید دو دانه تیر در دا یک اوربیتال باشه این هم بر ما و شما میگن اشتباه هست خب حالا قایده هند شما شاید حد زده باشین قایده هند چه قسم جمع میشه هند به ما میگه اوربیتال ها در قدم نخست به صورت تاقه تاقه یعنی دانه دانه یا یک الکترون داخلش میره با اسپین اعظمی یعنی تیر سربالا توسط الکترون ها اشغال شده یعنی در اون الکترون داخل شده و در صورتی که الکترون اضافه باشد یعنی زیاد شد یک وقت الکترون یک یک الکترون یا یک, یک الکترون دیگر در اوربیتال ها با اسپین مخالف داخل میشه حال فامیدوم اینجا چی شده بود این اسپینش مخالف نیست هر دو یک قسمت اما این مخالف است ای درست است ای غلط است پس قایده هند بر ما و شما اینه میگه برای میتونه هند بر ما میگه که الکترون ها باید به صورت قتا قا با اسپین اعظمی و در صورت که الکترون اضافه شد باز یک دان الکترون دیگه داخل اوربیتال ها میتونه بره مگم با اسپین مخالف اینی کل گپی است که به ما هند گفتن خب در کنکور سوالاتی که از این مطرح میشه یکی خو از قسمت تعریف است که طاقه, طاقه ایش مهم است طاقه طاقه با اسپین اعظمی این حفظ کو یکی هم قیمت مجموعه اسپین را از ما میخوایا. قیمت مجموعه اسپین خوی قیمت مجموعه اسپین دیگه چه رقم بدست ما یک سوال کنکور دادیم گفتیم قیمت مجموعه اسپین در انصر آهن نمبر اتمی 26 کتله 56 عبارت است از گزینه یک مثبت یک بر دو گزینه دو سفر گزینه سه مثبت دو گزینه چهار مثبت یک بر دو خب این چه رقم هست جواب از این کدام است شما اول بیاین به سمت کتاب اون میمانه من اونجا در اینجا قیمت مجموعه اسپین در نایتروژن چطور حساب کرده نایتروژن نمبر اتمیش از هفت نمبر اتمی از این هفت است خب آرایش الکترونی شما در اینجا انجام داده یک اس دو اول اس پر می شد دو اس دو دو پی سه خب یک اس دو دو اس دو دو پی سه دو جمع دو جمع سه میشه هفت هفت رو. یک اس اس یک اوربیتال داره دو دانه الکترون داره اول یک دانه الکترون با اسپین سر بالا در پر شده بعد دومیش با اسپین سرپایین داخل ازی رفته یعنی اسپین مخالف خب این پر شد دو اس دو دانه الکترون داره اس اس یک اوربیتال است یک دانش با اسپین سر بالا دیگهش با اسپین مخالف مخالف الجهت پیره پی رو ببینیم ببخشید دو پی دو پی سی س... پی سه دانه اوربیتال است هون میگه باید تاقه تاقه این تاقه با اسپین اعظمی سر بالا باشه یک الکترون با اسپین اعظمی اینجا آمده یکی دیگه این یکی دیگه اینجا آمده شده سه تا الکترون حالا ای که سر بالاست مثبت یک بر دو اینی تیری که سر پایین است منفی یک بردو دو میشه شما مثبت یک بر دو جمع منفی یک بر دو رو جمع کنین جوابش صفر میشه مثلا من نیم روپه دارم نیم رو قرضدار قرض دارم اونم قرض دادم صفر هیچ چیز ندارم مثبت یک بر دو جمع منفی یک بر دو مثبت و منفی رو خلاص میکنه هر اوربیتال که دو تا الکترونش پوره بود اسپین مجموعه اسپین بر اونمو اوربیتال صفر است یا هم صفر میشه یا هم صفر میشه پس هیچ حسابش نمیکنه میاییم از اینجا اینی که سر میشه مثبت یک بر دو یا میشه مثبت یک بر دو یا میشه مثبت یک بر دو شما سه دانه مثبت یک بر دو رو جمع کنین استاد من یاد ندارم بیا که من برات کارش کنم خب ببین سه دانه مثبت یک بر دو رو من میخوایم جمع بکنم من گفتم نایتروجن است نه نایتروژن من سه دانه مثبت یک بر برای چی باید جمع میکردم چون در اوربیتال آخر نایتروژن هفت که شد یک از دو و دو از دو و دو پی سه اوربیتال آخری ما سه دانه الکترون تا داشت هر کدام از این ما و شما اگر بیایم در نظر بگیریم اسپین از این مثبت بر دو خب مثبت یک بر دو جمع اسپین از دیدگام مثبت یک بر دو جمع اسپین از دیدگام مثبت بر دو. خب ریاضی خواندین دو جمع دو جمع مخرج ها که جمع نمیکنن استاد آفرین مخرج مشترک مخرج مشترک میگیریم مخرج های یکسان از دیگه مخرج مشترک دو صورت ها رو با هم جمع کنین یک جمع یک جمع یک میشه سه سه بر دو چون کلا مثبت استی مثبت میشه اگر اینا بیایم به این شکل هم مثبت یک صحیح یک بر دو اینی میشه قیمت مجموعه اسپین قیمت مجموعه اسپین برای نایتروژن در کتاب هم عین قضیه را آمده برای ما و شما کار کرده ببینین مثبت البته این منفی بخ... خب اینجا نباید میمان مثبت منفی که بر دو گفته شه نباید به این ترتیب نوشته شود چون اسپین از این منفی نمی اگر منفی باشه یعنی تیرها باید سرپایین هم میتانه که بیایه که بازو خلاف قاعده اسپینه زمین میشه در اکسیژن هم این کار کرده. اکسیژن نمبر یتومیش هشت است یک دانه است مثل این از می آرایش شده یک از دو دو از دو باز دو پی چهار میشه یک دانه زیاد خب چهار دانه الکترون شده چهار دانه الکترون ده خب دقت کو ده چی کار کرده یک الکترون چه اینج مانده یک دفعه سر بالا یکی دیگر هم اینج مانده سر بالا سومش اینج مانده سر بالا خب سه تا الکترون سه تا الکترون از این چهار تا الکترون توزیع شده سه تا الکترون که توضیح شده یک اول سرباله ها رو در نظر میگیریم یک تا باقی مانده اضافه مانده در صورت که یک دون اضافه باشه با اسپین مخالف در این آمده جای داده شه. اسپین مخالف مانده خب این که مثبت شد و این منفی میشه این اوربیتال میشه سفر یام هم سفر این هم سفر قیمت مجموعه ای اسپینش میمانه این دوتا مثبت یک دو جمع مثبت یک بردو میشه مثبت یک و مجموعه اسپین دا اکسیژن میشه مثبت یک حالا در اینجا یک سلسله کارخانگی برای شما که داده اینا رو شما خودتان بازدخانه انجام بدین من از جمله آهن که سوال کانکور بوده و این رو برای شما آوردیم قیمت مجموعه اسپین در انصار آهن عبارت است از خب میاییم این سوال رو با هم دیگه حل میکنیم انصار آهن نمبر اتمیش 26 است اونمو به ما مهم است -E 26 آرایش الکترونی رو انجام میدیم درس قبلی رو ببینین حتما یادتان میاد گفته بودیم از اس شروع میکنیم یک اس دو دو اس دو دو پی شش سه اس دو سه پی شش چهار اس دو سه دی شش سه دی شش خب 26 دانه از شما توانها را اگه جمع بکنین دو دو چار جمع شش میشه ده کد از این دوازده اجده بیست بیست و شش خیلی انصار آهن ما آرایش الکترونی شمی میشه شما به خاطر که کانکوری بخواین حل بکنین مستقیم یا قیمت مجموعه اسپین رو میخوایی به دست بری حتی در مکتب مستقیم برو به سمت آخر ببین که اوربیتال های کاملا پر است اس دو تا الکترون جای داره حد اعظمی دا خودی دو تا داره خیلی ازی میشه دیگه که کاملا پر است مجموعه اسپین از صفر صفره. اس دو تا الکترون زیاتر جای ندش یام دو تا داره ایم صفر است پی از شش تا الکترون زیاتر گنجایش نداره یام شش تا داره ای هم صفر است سی اس مثل لازم یام صفر اسپین از یام صفر میشه چون یام پی شش تاست پوره میشه این جمع صفر چون پوره است ممانت دی دی پنج اوربیتال بود ده, ده الکترون پوره می شد اگه ده دان الکترون می بود می گفتیم یا کلن مجموعه اسپین صفر شده کلش صفر شده اما در اینجا من چیکار می کنم پنج دان اوربیتال در رسم می کنم یک دو سه چار پنج به صورت طاقه طاقه با اسپین اعظمی دهی الکترون می مونم اینه یک شش تا الکترون دارم دو سه چار پنج یک دانه اضافه مانده او یک دانه رو دل دمی هر کدامش که ماندی مگم با اسپین مخالف بان خب یه دمی اول بانی ممو خوبش معلوم میشه یک سر پر شد و یک دست خب حالا اینی اوربیتال ما پر شد از این صفر مجموعه اسپینش جمع اینی سر بالاست مثبت یک بر دو ای دیگه هم سربالاس مثبت یک بر دو این دیگه هم سربالاست این هم میگیری مثبت یک بر دو و آخریش هم میگیری مثبت یک بر دو چون تیر سر بالا دیگه اسپین عظمی چهار تا کسر داری بیا مخرج مشترک بگی این دای دا پایین ما دیگه ادامه نوشته میکنم اینجا مخرج مشترک دو صورت ها رو با هم جمع کو یک جمع یک جمع یک جمع یک چهار دانه یکت میشه چهار خب علامه در کل مثبت از دیگه کلش مثبت است مثبت چهار بر دو مصبت بر دو میشه مثبت دو این میشه قیمت مجموعه اسپین قیمت مجموعه اسپین برای آهن حالا اگر شما در گزینه ها بیاین اولش که مثبت یک صحیح یک بر دو است دیگهش صفر است دیگهش مثبت دو است و چهارمش مثبت یک بر دو است شما بلا فاصله میفهمین که مثبت دو درست است اما کسایی که نمیره بلد نیست نه اکثر مردم ها یک اشتباهی بسیار کلان میکنه همی قیمت مجموعه اسپین این میری در نظر نمیگه گفته مجموعه اسپین همی چشم اسپین چشمش که خورد نوشته اسپین یا پشت مثبت یک بر دو میگرده یا منفی یک بر دو اینجا هم که چان ما گزینه غلط انداز داریم مثبت یک بر دو میگه والا اینمی صحیح است دفعتا کلید میکنه در حالی که اشتباه است خب دوستای عزیز به پایان درس امروز رسیدیم امیدوار هستم درستان فامیده باشین فعالیت ها حتما انجام بدین درس های ما را اگه نمیتونین مثلا به علت مشکلات حالا به یا هر چی که هست از طریق یوتیوب مکتب تمدن سرچ کنین اونجا میتونین ببینین از طریق چینل تلگرامی ما هم شما میتونین که درس های ما را دانلود کنین و همیشه پیشتان نگه دارین. تا دیدار بعد همگی شما را به الله